سلام، خوش اومدید به رادیو راوی. این قسمت قرار پرونده سعید آقاخانی رو با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم از کجا شروع کرد تا به نونخه رسید. با ما همراه باشید. رادیو راوی 1350 به دنیا میاد توی بیجار. تا 18 سالگی که دانشگاه تهران قبول میشه تو شهر خودش بوده و به بهونه دانشگاه میاد تهران. زندگی هنریش از همینجا شروع میشه. آقا سعید سال 72 با پرواز 57 مهران مدیری وارد عرصه بازیگری میشه. خب این سریال زمان خودش خیلی گل کرد، ولی از اون بزرگتر سال بعدش، یعنی سال 73، بازم مهران مدیری یه کاری میسازه به نام ساعت خوش که سعید آقاخانی تو اون هم یه نقش بازی میکنه. بعد از اینکه ساعت خوش پخش میشه، بازی دیگرانش ممنوع تصویر میشه. سال 73 که ساعت خوش به اوج خودش رسید، یهو روی بورد زدن که ممنوع کار همه. من 4 سال چون کارگردان و لیدر ماجرا بودم، بچه های دیگه حدود 1 سال 2 سال فکر میکنم. بچه های دیگه ساعت خوش تو اون 1-2 سال چیکار میکردن؟ اونا هم خیلی زندگی سختی داشتن، برنامه اجرا میکردن. سعید آقاخانی، عطاران، رادش، نادر سلیمانی یادمه که تو رستوران برنامه اجرا میکرد، فقط برای اینکه زندگیشون بگذره. نکته ای که براتون احتمالاً جالب باشه اینه که آقاخانی با اسقر فرهادی کم کار نکرد. میدونیم که اسقر فرهادی کار هنریشو با ساخت سریال برای تلویزیون شروع کرد. مجتمع مسکونی فرخ و فرج، چشم به راه و داستان یک شهر 1 و 2 از کارهایی بود که فرهادی ساخت و آقاخانی براش بازی کرد. من یک مستاجرم سریالی بود که پریسا بختاور، همسر آقای فرهادی، سال 82 میسازه که توش باز هم آقا سعید نقش ایفا میکنه، هم سریال گل میکنه، هم سعید خیلی دیده میشه. دهه 80 آقاخانی دست به قلم میشه و شروع به نویسندگی میکنه. 2 تا کارم مینویسه که برای ماها خیلی خاطره ساز میشه. یکی خانه به دوشه و بعدش متهم گریخ. هر دو اینها هم رضا عطاران کارگردانی کرد. عملا نوجوانیمون با این سریالا گذشت. دهه 96 خانم مریم امیرجلالی تو برنامه من و شما اعلام میکنه که این دوتا سریال در اصل نویسندش اسقر فرهادی بوده. اون آقای نویسنده خانه به دوش وقتی فیلمنامه رو نوشت، چرا بگین آقای؟ خب حالا بماند. آها، نباید اسمشونو بگین. نه خیر، نمیخوام بگم. خب بذارید من بگم اسم شما، نگی. آقای اسقر فرهادی. طرح متهم گریخ مال آقای اسقر فرهادی بود. خودشون هم نخواستن که در واقع اسمشون باشه. خودشون گفتن چون میخوان تو سینما فعالیت داشته باشن. اما خود آقاخانی بعداً این حرفو تکذیب میکنه و میگه نویسنده اصلی این دو کار همون کسایی بودن که اسمشون تو تیترای زده شده. متهم گریخ اسم سعید آقاخانی خورده به عنوان نویسنده. خانم امیرجلالی گفتن آقای فرهادی نوشته. خانه به دوشون. خانه به دوشو گفتن؟ خانه به دوشو، طرح اصلیشو من و سیروس میمنت نوشتیم. در واقع اصلا بعدها فیلمنامه، حالا چون حالا یه ذره اصلاح اینا میخواست، تحت نظارت ایشون انجام شد. تو تیتراژ هم هست، تو تیتراژ طرحو نوشته که من و سیروس میمنت، ولی اسم آقای فرهادی تو تیتراژ ننوشته. نه، نظارت داشته. این روزا ما سعید آقاخانی رو فقط به عنوان بازیگر نمیشناسیم، به عنوان کارگردان هم میشناسیم. ولی استارت این قضیه کجا خورد دقیقاً؟ اولین تجربه کارگردانی سعید آقاخانی سریال عید امسال بود که برای نوروز 88 ساخته شد. خب به عنوان کار اول هم چندان ازش استقبال نشد، اما تو کارهای بعدش کاملا جبران میکنه. سال 88 برای عید 89 سریال زنبابا رو میسازه. سال 89 هم خوشنشین ها رو میسازه. به جز کارهای تلویزیونی، آقا سعید تو کارهای سینمایی هم نقش ایفا کرده. از سال 76 تو اولین کارش به نام کلید ازدواج. داوود موثقی کارگردان این کار بوده که از تعدادی از بازیگران ساعت خوش مثل عطاران و آقاخانی و لولایی استفاده میکنه. دومین کار سینمایی آقاخانی سال 88 بود، فیلمی به نام بعد از ظهر سگی سگی. خب از سال 76 که اولین کارش بود تا 88 که دومین کارش بود خیلی فاصله است. ولی خب بهتون گفتم که چجوری این حد فاصل پر شد. و اما نونخه. نونخه مخفف نورالدین خانزاده است، نقش اول سریال که خود آقا سعید نقشش رو بازی میکنه. سلام و درودی بی‌پایان بر دربار نورالدین خانزاده. خب چون خیلی ازش نگذشته، هممون تقریبا یادمونه. سال 98 فصل اول نونخه پخش میشه از شبکه 1 و
و میشه پربیننده ترین سریال عید نوروز. اخیراً آقای فرجی تهیه کننده کار گفتش که فصل اولو ما ساختیم، فصلای بعدی رو صدا و سیما سفارش داده. این از اون موفقیتاییه که نصیب کمتر سریالی تو صدا و سیما میشه. از اونورم میدونیم که وقتی صدا و سیما از یه کاری خوشش بیاد، قفل میکنه روش و دائم پشت سر هم ازش میسازه. عین پایتخت. فصل چهارمش هم اتفاقا تو همین نوروز 1402 پخش میشه که استقبال خیلی خوبی هم ازش نمیشه. بیننده ها نظرشون این بوده که توی خلق موقعیت های کومیک خیلی خوب عمل نکرده. دیالوگا بی حرکتن، فقط فضاها رو شلوغ کرده و اونقدر طنز قوی که تو فصلهای قبلی ازش شاهد بودیم تو این فصل دیده نشد. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر نظری راجع به این ویدیو دارید برام تو کامنت ها بنویسید. حتی اگر نظری راجع به سعید آقاخانی دارید ممنون میشم به اشتراک بذارید. تا برسیم به چجوریگی رسیده، نظراتتون رو تو کامنت بنویسید، بهم بگید که سعید آقاخانی رو چقدر دوست دارید یا چرا ازش بدتون میاد. که یک سریالی اگه صدا و سیما خوشش بیاد قفل میکنه روش، دیگه ولش نمیکنه، همینجوری میره جلو تا رندشو در نیاره ول نمیکنه، رندشو در میاره باله. با اینکه فعالیت های هنری آقاخانی میدونیم اینجا به اتمام نمیرسه، ما از همینجا